بسم الله الرحمن الرحیم. شاگردان عزیز، به جلسه هشتم کنکور صنف 11 خوش آمدین. در جلسه هشتم میخوایم فصل دوم صنف 11 آغاز بکنیم که در مورد خواص معلول های. معلول ها دارای دو خواصن، خواص فیزیکی و خواص کیمیاوی. ما در فصل دوم میخوایم خواص فیزیکی معلول ها رو بخونیم که خواص کلیگاتیف نوع خواص فیزیکی معلول ها حساب میشن. اکثر خواص معلول ها ارتباط به ماهیت ماده منحله و معلل داره. به طور مثال شما معلولی میسازیم که دارای طعم شیرینه، یعنی طعم شیرین ارتباط به ماهیت ماده منحله و معلل میباشه، یعنی طعم شیرین یا خاصیت ماده منحله بوده یا معلل بوده که ای اکثرا به ماهیت ارتباط میگیره. اما بعضی از خواص معلول ها که ارتباط به ماهیت یعنی اصلیت ماده منحله و معلل آن نبوده، بلکه مربوط به غلظت و حرکت ذرات از اونا باشه، اونا رو به نام خواص چی یاد میکنن؟ خواص کلیگاتیف یا خواص جمعی معلول ها یاد میکنن که ما روزمره به خواص کلیگاتیف معلول ها سر و کار داریم. شما میفهمید که در شرایط استاندارد، در شرایط استیپی، آب خالص، محلل خالص در 100 درجه به جوش میآیه. اگر ما محلولی بسازیم یا بوره یا نمک مثلا فرض بکنیم در داخل آب علاوه بکنین، آله فعال به 100 درجه به جوش نمیآیه. مطمئنن درجه حرارتی که به خاطر به جوش آوردن محلول به کاره از معلل خالص مطمئنن چیتره؟ بیشتره. یعنی ما باید بیشتر از 100 درجه بدیم به محلول که به جوش بیایه. انواع خواص کلیگاتیف معلول ها رو من اینجا یک نوشتم، انشاءالله که اینا رو همه یک تشریح میکنه. باز انواع خواص کلیگاتیف مثلا مثل انتشار یا دیفیوژن، دو عملیه آسموز، سه فشار آسموتیک، چهار میشه تنزیل فشار بخار، پنج تنزیل درجه انجماد، شش میشه صعود درجه غلیان. خب شاگردای عزیز، ما و شما انواع خواص کلیگاتیف معلول ها رو میخونیم که دارای شش بخش بود یا خواص جمعی معلول ها. بخش اول انتشار یا دیفیوژن میخونین. از نام انتشار یا دیفیوژن پیدایی که یعنی منتشر شدن، یا میگیم که پروسه تساوی خود به خودی غلظت ماده منحله در محلل. فرض بکنین شما زمانی میخواییم که یک قطره رنگ داخل آب قرار بدیم، شروع به انتشار یا منتشر شدن میکنه. از کدام محیط به کدام محیط انتقال پیدا میکنه؟ از محیط غلیظ به طرف و محیط رقیق. همین پروسه رو به نام چیاد میکنه؟ به نام انتشار. دو تا نکته مهمه که در انتشار غلظت از طرف ماده منحله به طرف معلل انتقال پیدا میکنه، یعنی از غلظت زیاد به طرف غلظت کم. این پروسه به نام پروسه دیفیوژن یا انتشار یاد میکنن. بخش دوم عملیه آسموسیس یا آسموس یاد میکنن. برعکس انتشار اگه این رقم بگیم، به این میگفتیم از غلظت زیاد به کم یا از غلظت ماده منحله در محلل. اما در عملیه آسموس میگیم که عبور آب یا کدام معلل دیگر از غشای نیمه قابل نفوذ، میگن عملیه آسموس. یعنی چی؟ شما فرض بکنین که ما اینجا یک تیوبی دارین، شیشه ای مانند فرض بکنین. ما یک قسمت یک طرف از هست معلل خالص که این محیط رقیقه، اما قسمت دیگه هست محلول که این محیط غلیظه. ما نظر به تعریفی رقم چیزی میگین، میگیم عبور آب یا کدام معلل دیگر از غشای نیمه قابل نفوذ. این خط سرخی که شما میبینید، این پرده نیمه قابل نفوذه. پرده نیمه قابل نفوذ عبارت از پرده که اجازه عبور محلل فقط میده، یا ذرات مایکروسکوپی اجازه میده که عبور بکنن، اما ذرات بزرگ و مایکروسکوپی اجازه نمیده. ببینین میگین که عبور آب یا کدام معلل دیگر از غشای نیمه قابل نفوذ، میگم چی؟ عملیه آسموس. یک نکته که خیلی مهم اینا در عملی آسموسی رقم چیزی میگیم که انتشار مواد از محیط رقیق به طرف محیط غلیظ، یعنی ببینیم از طرف محلل به طرف محلوله. این به نام چی یاد میکنن؟ به نام عملی آسموس یاد میکنن. یعنی در انتشار از زیاد به کم بود، از غلظت زیاد به طرف غلظت کم، اما در عملی آسموس از محیط رقیق به طرف محیط غلیظ انتقال پیدا میکنه. نظر به شکل اگر بیشتر تشریح بکنیم، این رقم چیزی میگین وقتی که آب انتشار پیدا میکنه، وقتی که آب از محیط رقیق به غلیظ انتقال پیدا میکنه، این سطر بالا میبره، یعنی جگه پس یک فشار ایجاد میشه. پس قوه ای که باعث عمل آسموس یاد میشه و میگم فشار آسموتیک، یا میگه که قوه ای که باعث مانع شدن عمل آسموس میشه و میگم فشار آسموتیک. یک آله ای که توسط از او میتونن چکار بکنن؟ فشار آسموتیک اندازه بکنن. او به نام چی یاد میکنن؟ او میگم آسمومتر. آله ای که توسط از او فشار آسموتیک اندازه میشه.
نکات مهمی که اینجا آوردم نوشته کردیم که هر قدر غلظت مواد زیاد باشه، هر قدر که غلظت محیط زیاد باشه، فشار آسموتیک از او زیاده. به این مفهوم که غلظت با فشار رابطه مستقیم داره، هر قدر غلظت بیشتر باشه فشار بیشتر وارد میشه. برای محاسبه فشار آسموتیک معلول ها، عالم به نام واندهوف آماده قوانین گازات پیشنهاد کرده، یعنی قوانین گازات ایدئالی که شما در صنف دهم خونده، ما میتونیم این قوانین برای معلول ها تطبیق بدین. که اوگادرو در مورد گازات گفته بود که حجمای مساوی گازات تحت عین شرایط حرارت و فشار تعداد مساوی مولکول ذرات را دارن. واندهوف با استفاده از او قانون در مورد معلول ها گفته که حجمای مساوی معلول ها تحت عین شرایط حرارت و فشار تعداد مساوی ذرات را دارن. یعنی فرمولی که برای دریافت فشار گازات ایدئال استفاده می کردین، ما میتونیم این برای چی استفاده بکنیم؟ به فشار آسموتیک معلول ها استفاده کنین. ما برای ثبوت تعذیر نخواستم که بنویسم، فقط مستقیم نوشته کردیم که دو تا فرمول برای دریافت فشار آسموتیک استفاده می کنین. یکی معلول های الکترولیت، ببخشید، معلول های غیر الکترولیت، فرمول بالا فرمول پایین برای معلول های الکترولیته. یک چیزی که فرق میکنه، به فرمول پایین ما فقط یک آی زیاد داریم، آی زری به همی واندهوف میگم که به جلسه بعدی انشالله ایر بیشتر ما صحبت میکنین. در این فرمولایی که نوشته کردم، پی فشار آسموتیک نشان میده، سی غلظت مولر نشان میده. غلظت مولر شما قبلا خواندیم که این بر وی بود، یعنی غلظت مولر نشان نمیده. ای آر ثابت گازات که سه تا قیمت داره، قیمت ها اینجا یک نوشته کردم. تیم حرارت بر حسب کالوین، درجه حرارت بر حسب کالوین باید سنجش بشه. فقط یک چیزی که شما نمیفهمیدیم، اینجا ضریب آی بود که این به نام ضریب واندهوف یاد میکنن، که در معلول های الکترولیت تعداد ذرات بیشتر تولید میشه و فشار آسموتیک زیادی تولید میکنه. پس بر وقتی که محلول ما الکترولیت بود، باید از این فرمول استفاده کنیم برای تعیین یا دریافت فشار آسموتیک. اگر معلول ما غیر الکترولیت بود، یعنی از خود برق را هدایت داده نمیتونست، از چی استفاده میکنیم؟ از این فرمول بالا، پی مساوی میشه سی آر تی، که سی غلظت، آر ثابت گازات، تی هم حرارت بر حسب کالوین. به خاطر درک بیشتر این فرمول من مثالی آوردم. نوشته کرده که فشار آسموتیک محلول گلوکوز در آب، گلوکوز و آب را شما در یافت کنین با این مشخصاتی که داده. شما میفهمیم که گلوکوز اینا مرکبات عضوی هن، اونا عایق برقن، اونا غیر الکترولیت هم، از خود برق ایجاد کرده نمیتونن. پس از ما ببینید، نظر به مشخصات، غلظت مولر تیر داده، حرارت داده 313 کالوین، یکی از قیمت ثابت گازات 0.0082 اتمسفیر ضرب لیتر بر مول ضرب کالوین، و به این سوال از ما فشار آسموتیک خواسته. ما از این فهمیدیم که این محلول ما غیر الکترولیت به خاطر گلوکوز در آب، اینا عایق برقن. پس نظر به این فرمولی که نوشته کرده، ما میتونیم ساده سوال کار بکنیم. از ما فشار آسموتیک خواسته، مثل این میشه سی غلظت داده 0.0082 داده قیمت از او، آر داده 0.0082 داده قیمت از او، و کام بر حسب، حتما بعد بر حسب کالوین باشه که ما بتونیم واحدات رو با هم دیگر خلاص بکنیم. قیمت از او هم چنده؟ 313. ما میتونیم واحدات رو با هم خلاص کنیم، کالوین به کالوین خلاص. اگه غلظت یاد شما باشه، مولاریتی میشد مول بلت، پس این تو با هم خلاص میشه. واحدی که اینجا میمونه به اساس چی میمونه؟ به اساس اتمسفیر میمونه. شما اگر اینا رو ضرب کنیم با هم دیگر، فشار آسموتیک از این محلول چند پیدا میشه؟ میشه 2.05. واحدی که اینجا مونده به اساس چی گفتیم؟ به اساس اتمسفیر. خب شاگرد عزیز، چند نکته مهم در مورد عمل آسموز و فشار آسموتیک میخوایم بگم. فشار آسموتیک پلازمای خون ثابته، انتروال از بین 700 تا 800 کیلو پاسکاله، یعنی دیگه که در خون مرکبات عالی مثل نمک وجود داره که اینا رو به نام معلول های معیاری یا استاندارد هم یاد میکنن. عمل آسموز و فشار آسموتیک در رشد و نموی نباتات هم اینا مهمه، یعنی انتروال از او بین 1 تا 5 میگاپاسکال، که در ریشه 1 میگاپاسکال وجود داره و در برگ و گل 5 میگاپاسکال. نظر به این معلول های معیاری یا استاندارد فشار آسموتیک، معلول ها نظر به فشار آسموتیک به 3 دسته تقسیم میشن: معلول های ایزوتونیک، معلول های هایپرتونیک و معلول های هایپوتونیک. معلول های ایزوتونیک معلول هایی هم که
غلظت و فشار این معلول ها نظر به معلول های معیاری یا استاندارد با هم مساوی یا برابر باشند. از نام ایزوتونیک پیدایی که ایزو به معنای مساوی یا برابر، تونیک به معنای فشار که چی باشن؟ دارای عین غلظت و فشار آسموتیک نسبت یا با معلول های معیاری عین غلظت و فشار داشته باشن. به طور مثال، مثلا 0.9% نمک طعام و 5% گلوکوز، اینا با خون یا پلازمای خون، اینا با هم دیگر چی هم؟ اینا ایزوتونیکن. یک نکته ای که اینجا مهمه، میگه زمانی که شما حجره حیوانی یا نباتی در این معلول ها شما قرار بدیم، کدام تغییر رونما به اونا نمیشه، یعنی نه آماس یا ورم میکنن، نه پژمرده میشن، یا نه منقبض میشن. اینا رو به نام معلول های چیات میکنن؟ معلول های ایزوتونیک. معلول های هایپرتونیک معلول هایی هستند که هایپر به معنای زیاد معنا میده. یعنی چی باشن؟ فشار و غلظت این معلول ها نظر به معلول های معیاری یا استاندارد زیادتر باشه. اینا رو به نام معلول های هایپرتونیک یاد میکنن. میگه زمانی که شما حجره حیوانی یا نباتی در این معلول ها قرار بدیم، حجره منقبض یا خشک میشه، یعنی از بین میره، که اور بنام چیاد میکنن؟ امی عملیه خشک شدن میگن پلازمولیز یا پلازمولایزیز یاد میکنن. عملیه پلازمولایزیز در کدوم معلول ها انجام میپذیره؟ در معلول های هایپرتونیک. طبق ای که مفهوم از اینا رو گفتیم، ایزو به معنای مساوی یا برابر، هایپر یعنی زیاد، هایپو هم یعنی کم معنا میده. میگیم معلول هایی که غلظت و فشار اون معلول ها نسبت به معلول استاندارد چی باشه؟ کمتر باشه. اینا رو معلول های هایپوتونیک یاد میکنن. نکته مهمی اینه که میگه زمانی که شما حجره حیوانی یا نباتی در این معلول ها قرار بدین، حجره چیکار میکنه؟ حجره آماس یا ورم میکنه، که اگر خیلی زیاد باشه حتی میکفه. همین عملیه‌ای که ای آماس آورم میکنه، همو عملیه چیاد میکنن؟ او رو هیمولایزیز یا هیمولیز یاد میکنن. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز شما. امیدوارم که از این درس استفاده کرده باشین. تا جلسه بعدی شما رو به خداوند پاک و منان میسپارم.